شما رو خوشحالم که یک بار دیگه میبینیم و در خدمت هستیم. چند ماه پیش اونجا بودیم بعد فرا؟ یک سال شد؟ سه چهار سال پیش بود. ده ماه بابا از یاد دو ماه کمتر. این دفعه خودم فقط نیومدم، دختر خوشگلمون بتنی خانوم آوردیم و نازنین خانوم هم که دعا کردن خدا شد برای وجودشون. دو تا پسر هم داریم خیلی خوشتی خوشکل، یکیشون مجرد، یکیشون نامزد داره در آمریکا هستن. فیض خداوند یکیشون رو دفعه بعد بیاریم. سلام رسوندم به شما، ولی خیلی خوشحالی که اینجا هستیم. آمین. یه دو به هم دیگه نگاه کنید ببینید چه چهره قشنگی. من فقط میبینم از این شما نبینید. بگید اتفاید عبارت قشنگی. به به حتی بگو به به کم گیره تو میاد بگید به به تو کلیسا بگید به به فایده نداره. خدا رو شکر. اگه من گوشتم شما فوتبال ببینید کلک زدم. من میخواستم سه ساعت موزه کنم، گفتم بذید جلو که عزیزان برای فوتبال بیان. معلومه کی میبره دیگه. گفتی کرواسی. آبادان چی؟ جاتون خالی بود دیروز نیومدید. خیلی غذای خوشمزه بود در قسمت مجردین، ولی متأهلاتون دلشون سوخته بود. از اونجا تزریق میکردن غذاهایی، ولی بعد که فقط قرار دعا بکنیم رو خدا ریم که حضور زیبایی بود. همون که گفتید بعدا نادر پیغام زیبایی دادن، دوستان به خط شدن، دعا کردیم با هم دیگه و ایمان دارم که خدا با این شهر کار داره. آمین. من بعضی از شهرها و کشورهایی که میرم دوست دارم برم، چون دفعه قبل خیلی حضور خدا زیبا بود و خیلی محبت های زیادی داره. اینکه شم اینجاست خودم زنگ زدم بودم بعدا برنامه داریم بیم. بعدا برنامه برگشتیست میگه شما میاید خواهر نازنین صبح صحبت میکنه، بتنی بعد از اون برای جمعانا صحبت میکنه. شما هم یک شب بودم بعدا داریم بیم تعطیلات ها. ولی ما خوشحالی این کار کردیم و زیبا و عالی هست. ولی من برمیگردم چند ما دیگه خودم تنهایی به فیض خدا بیشتر در خدمت رو خواهیم. خب شما به فوتبال نگاه کنید، من میرم رو اصل کلام با هم دیگه. حاضر هستیم؟ آمین. دستتون بزن رو قلبتون، اگه قلبتون میدید کنون طرف این بگید خداوندا متشکرم برای حضور زنده، متشکرم برای کلامت، کلامی که بی نفسه، کلامی که از جانب توش، کلامی که نیاز منه. من اینجا هستم با ایمان و کلام تو رو دریافت کنم برای هر حوزه زندگی. قلبی مطیع به من عطا بکن، چون حاضرم هر آنچه که تو بگویی، هر آنچه که تو بخواهی انجام بدم. من از آن تو هستم. ای روح قدس گوشهای منو باز کن، چشمان منو باز کن، مکاشفه پسر خدا رو به من عطا بکن. سپاسگزارم در نام عیسی مسیح. آمین آمین آمین. هللویا. میخوام راجع به چهار حوزه که شیطان میخواد بمبارد بشه با شما صحبت کنم. من کم راجع به شیطان صحبت میکنم چون ارزش نداره، ولی ما باید دشمن رو بشناسیم. بعضی وقتا که چند نفر میگن شیطان دشمن ماست، نه؟ شیطان خیلی شیطان بدیه، خیلی شیطان بدیه، نقشه خوبی برای ما نداره. وقتی پیش دکتر ها میرین اول نمیگن بیا به دارو بدید، ولی اول چی میگن؟ میپرسن وضعیت چطوره، مادر چطور بوده، پدر چطور بوده، آیا تو خانواده شما هم چیزی وجود داره. همه چی میشنون بعد نسخه میدیسن که البته نمیشه خوندش دیگه، یه دکتر این مثلا پیدا میشه ما رو توبید میکنه، نسخه میدن و بعد شما میرید داروتون رو میگید. درسته؟ آره. ما بعد دشمن اون رو بشناسیم.
یکی از دشمنای اصلی ما نفس خودمون. حالا با نفس امروز کار ندارم، یه ناخونک بهش میزنم البته، ولی راجع به چهار حوزه‌ای که شیطان میخواد به اون وارد بشه، اونو تصرف بکنه و با ما لطمه بزنه صحبت بکنه. تمام هدف شیطان اینه که در زندگی ایماندار جایی پیدا بکنه، بیاد اونجا تمرکز اون ایماندار، تمرکز من و شما و هدفی رو که از خدا براش داره رو منحرف کنه. ما در شرایط بسیار حساسی داریم زندگی بکنیم، بیش از هر وقت دیگه در تاریخ ایران، حتی افغانستان. روزهای خیلی بدی رو داریم سپری میکنیم. ما تو اتریش و آمریکا هستیم، زیاد خبر نداریم. برای دوستان عزیز گاهی وقتا برای که لقمه غذا بخورم میرن تو آشغالی‌ها تو ایران تا غذا بردارم بخورم، آب ندارم بخورم. در حالی که شما تو اتریش شیر آب باز میکنید، هرچی دلتون بخواد آب میخورید. پیشم با کجا بودید عروس خانم؟ همینجوری آب میومد میخوردید. یا به راحتی هوای زیبای اینجا رو تنفس بکنید. چقدر هوا خوبه اینجا. ولی ایران، در اهواز، در خرمشهر، در خیلی جاها مردم محروم هستن. ولی آقا راجع به علتش صحبت کنم چون وقتش نیستش. ولی شیطان میخواد هدف ما رو منحرف کنه، از فکر ما رو منحرف بکنه از هدفی که خدا برای ما در نظر داره. هدف ما برای زندگی به عنوان ایماندار این نیست که بهترین زندگی رو داشته باشیم. آیا خدا مخالف زندگی خوبه؟ هرگز. خدا آدم رو آفرید، زمین رو به تو میدم تصرفش کن. حالا ما زمین شما تو اصولش خیلی رعایت میکنیم، آشکار رو زمین نمیریزیم. من از اصولش خوش آمد برای این موضوع، ولی زمین رو خدا داد تو ما تصرف بکنیم. خدا به ما موقعیتی داد برای که با او همکار باشیم، بهترین رو داد. ولی ما در زمانی در زندگی میکنیم که بسیاری در شرط بسیار اشتباهی هستن. پس هدف ما این نیست که زندگی برتر داشته باشیم، ازدواج بکنیم. بعض از شما خوشحالم که از دفعه قبل که دیدمتون تا حالا قبول شدید. هللویا، قبول شدید. تبریک میگم به برادر بهرام، گفتم حالا بعد زنشون بدیم، شوهرشون بدیم. هدف بعدی. ولی فقط این نیست ازم. ما ازدواج کردیم هفته پیش، 27 ساله که با هم زندگی کردیم. میتونی بگی 27 سال؟ 27 سال؟ اینجوری باید بگی 27 سال. روز عروسی آقای کشش گفت من 51 ساله با این خانم زندگی کردم. گفتم خیلی داریم حالا بریم جلو. این در حالی که ازدواج ها متاسفانه خیلی بی‌معنی شده، درسته؟ خب لطف خداست، ولی هدف خدا برای ما این هم نیست که ازدواج بکنیم، جلوتر بریم. هدف خدا این نیست که ما فقط بچه دار بشیم. خدا رو شکر برای بچه ها، همه همون بچه ها خوب داریم به فیض مسیح. یک هدفی بالاتر، هدفی که در کلامش نوشته، هدفی که برای تک تک ما داره، برای هر کدوم از ما یونیک هست، منحصر به فرد هست و خدا میخواد اون تحقق پیدا بکنه. اما شیطان این رو خوب میدونه. چند نفر میدونه که شیطان از ابتدا در تمام اعصار بوده و بسیار مردان غیور رو، مردان خدا رو حتی به زمین زده. از این جهت کتاب مقدس میگه حواستون باشه، شیطان مثل شیر قرآن در کمینه تا ما رو ببره. ما در وقت یادمون میره شیطان کیه، یادمون میره که او بخواد چی کار رو کنه. بله، مثل سر رو کوبیده، او هیچ نقشی نمیتونه داشته باشه در زندگی ایماندار، ولی او ساکت نمیشه. دیدی این فیلم هایی که طرف تیر خورده داره در واقع میمیره، ولی میگه بذار یکی دیگرم بکشم. داستان شیطان همینه. داستان شیطان خیلی من داستان شیطان همینه، میخواد یه نوعی اون ضربه نهایی رو بزنه. البته من جوابش نمیدم چون کارش تمومه و به زودی خداوند بر میگرده، تمام علامت ها نشون میده، تمام بقایه نشون میده. هم که ایرانی ها و افغانی ها اینجا نشستن میگن ما مسیح هستیم، یکی از علامت های خیلی بزرگه، به زودی اتفاق میفته. بودیم به خدا شد ما خیلی مهمیم. برای چی؟ برای که تو کتاب مقدس راجع به ایران نوشته، راجع به افغانستان توضیح داده خداوند که در زمان آخر چی کار میکنن. پس هر اتفاقی هم میفته ربط داره به خاورمیانه و ایران. ما این هم باید بدونیم که وقتی میدونیم دشمن از طریقای مختلف که میخواد نفوذ کنه، نمیتونه به زندگی ما، به خدمت ما، به هدف ما وارد بشه و لطمه بزنه. او حتی میخواد ما رو، زندگی ما رو چنان منحرف کنه که از ملکوت خدا دور بشیم. در بسیار اوقات این کار کرده. من دیدم، من 35 سال مسیح هستم، خدا من لطف کرده زندگی من رو عوض کرده. دیدم کسایی که پشت منبر بودن اما روز آخر بد تموم کردن.
در خداوند تمام نکردن متاسفانه. دیدم کسایی که اومدن کلیسا هللویا دو روز بعد پیداشون نبوده نشده، میخواد ما رو از ملکوت هم دور بسازه. او میدونه که موضوع خیلی جدیه، ولی گاهی وقتا کلیسا اون رو جدی نمیگیره، جدی نمیگیره. موضوع حساسی که در طی سالهای گذشته در کلیسای فارسی زبان متاسفانه شیطان درش موفق بوده، از پراکندگی ها، از اختلافات، از چیزایی که شاید هم اصلا ارزشش نداره. نه در اروپا، در هر جایی که من میرم اینو مشاهده میکنم و در این قسمت تونسته وارد بشه. چرا؟ من فکر میکنم برای اینکه ما نمیدونیم که راه های شیطان چیه، نمیدونیم که برنامه های او چیه. پس امروز میخوام راجع به این صحبت کنیم، شیطان به چه حوزه هایی میخواد وارد بشه. میخوام خوب این چهار حوزه رو اقلا یادداشت بکنه، بیاد داشته باشید، بهش توجه کنید. اولین حوزه‌ای که برای شیطان خیلی مهمه به اون وارد بشه، افکار ما هستش. افکار ما. بسیاری از ایماندارا در کلیسا هستن، در همین جام هستید، که افکار شما مخشوشه به دلایل مختلف. به دلایل مختلف افکار شما تحت حمله شری قرار گرفته. یه اتوبان باز کرده شیطان، همینجوری میاد و میره تو افکار ما. علت داره. امثال سلیمان چی میگه؟ خداوند در کلامش در امثال سلیمان فصل 4 آیه 23 میگه توجه داشته باشید که چطور فکر میکنی، زیرا افکار تو سرچشمه زندگی تو. سرچشمه زندگی من چیه؟ افکار من هست. کی داره این حرف میزنه؟ مرد خدا، حکیم ترین مرد انسان روی زمین بعد از عیسی مسیح، سلیمان پادشاه، میگه مواظب باش سرچشمه تو. این در حالی که ما افکارمون رو در طی روز تحت تاثیر خیلی چیزا قرار بدیم، با موزیک های اشتباه، با ترانه های اشتباه. من شب توی کلیسا گفتم مردم پول میدن توی عروسی ها میرخصن بالا پایی میبرن، میگن من بیچاره، من بیچاره. داری خودت میگه من بیچاره هم، داری بر زندگی خودت حکم میکنی، چیزی رو وارد میکنه. چرا من یون رد شدم؟ خودت داری میگه من بیچاره هم. چیزهایی که وارد میکنه، چیزهایی که میبینیم، چیزهایی که دهن به دهن منتقل میکنیم، چیزهایی که باور میکنیم. من در شبکه اجتماعی خیلی فعالم، بعض از شما شاید میدونید. من تعجب میکنم ایماندارا شدن مرکز اخبار چیزهای منفی. بابا بی بی سی داره میکنه دیگه، سی ان ان میکنه، شما چه میکنید دیگه؟ فکر میکنن دارن هنر میکنن که فیلم گذاشتن طرف داره مشت لغت به بچه میزنه، اینو به دنیا برسونه. ما میدونیم ایران چه خبره، ما خودمون خوردیم. زمان شما نه، ولی زمان ما با چوب انار و با کاپ مارو تو مدرسه میزدن. من دیدم فلک کردم. البته من مال زمان قرن قاجار نیستم، قاجار نیستم، من دیدم باور کنید. خب دیگه گفتنش چه سودی داره، چه منفعتی داره؟ میگه بچه رو بترسونی مدرسه بره، داری چیکار میکنید شما؟ و به این شکل به طریقهای مختلف ما ناخواسته افکارمون رو تحت تشعشع چیزهای منفی قرار میدیم و شیطان خیلی خوب برده. به راحتی ما فیلمای منفی نگاه میکنیم، میگیم به این هنرپیشه رو بکاش که من جاش بودم، من جای اون عاشق میشدم، من به جای اون میمردم، من جای اون سوپرمن میشدم. من نمیدونیم شیطان داره چه چیزی رو به فکر ما تزریق میکنه. بعد نگاه میکنیم میگه من میترسم. بعد نگاه میکنیم میگه چرا زندگی اینجوری هست؟ افرادی هستن که در طول روز با من تماس میگیرن. امروز یه نفر نوشته برای من در اینستاگرام چه خداییه پس عدالتش کو؟ گفتم عزیزم خدا رو و عدالتش رو زیر سوال نبر. تنها جایی که نباید زیر سوال ببری خدا و عدالت رو، چون عدالت رو سلیم انجام شد، او به خاطر تو مرد. بعد پیدا بکنی که شرایط چی بوده که اینجوری شده. دشمن به خوبی میدونه که اگر خدا در رأس زندگی ایماندار نباشه، راه ورود به افکار ما رو داره. این فکر ما یا تحت قدرت خدا قرار میگیره، تحت اراده خدا و هدایت او قرار میگیره، یا شیطان. وسط نداریم. اصلا زندگی وسط اون مال مسئله قبلی بود، برزخ و از این مزخرفا. شما یا این ور جوبی یا اون ور جوبی، یا وارد ملکوت میشی یا وارد ملکوت نمیشی، وسط دیگه نداریم. به همین شکل یا افکار ما تحت قدرت روح القدس قرار داره، روح القدس وارد میشه عمل میکنه، یا نمیکنه. و تعجب خواهیم کرد که اگه من تست بدم به شما، خیلی از ما افکارمون تحت تشعشع قدرت خدا نیست. کلام نمیخونیم، کتاب مقدس نمیخونیم، گوش نمیکنیم. کلام خدا میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. مگه نمیگه اینا؟
نه نه تو کتاب مقدس شما میگه یا نه تو کتاب مقدس من میگه میشه آیه رو برعکس کنم؟ بیماری از نشنیدن است و نشنیدن از کلام خدا. چرا سال به سال کتاب مقدس نمیخونی؟ پس شیطان میگه اینجا جاشه، حالا من میتونم وارد بشم. شما داستان ایوب بخونید، اگر حضور خدا در زندگی اون نبود، خدا شاهد قوی راجع به ایوب میده، اگر نبود به راحتی شیطان رو در به داغون میکرد. پس این خدا کو؟ زنش چقدر زیر سوالش برد، نه؟ ولی وقتی ما از کلام خدا پری میتونی مثل ایوب چی بگیم؟ در بدترین شرایط، امیدوارم کسی اینجا بچهش نمرده، ما این تجربه رو داشتیم در اول ازدواجمون، مثل ایوب بیزینسش ورشکست نشده، دمل نزده بدنش، اما ایوب تو شرایط چی میگه؟ خدا داد، خدا گرفت. هللویا. میگه ولی میدانم که ولی من زنده است. چطوری تو از چی حرفی میزنی؟ یا دیوونه هستی یا یه قدرتی پشتوانه داری تو اونجا، نه؟ پشتوانه ایوب چیه؟ کلام خدا. به همین شکل موسی، من عبرانیان رو درس میدم، درس تمام نشد به دو ساله جمعه ها و این اواخر در عبرانیان باب 11 گیر کردم، یعنی 14 مرد اونجا بررسی کرده هنوز مونده، ولی راجع به یوشع میخوندم، راجع به موسی تعلیم میدادم، چقدر با قدرت میگه یوشع، بسیار عالی میگه، میگه ما امروز شهر رو به تصرف در میاریم. راجع به چی صحبت کنم؟ شما اگه اون نقشه یا عکس شهر اریها رو نگاه کنید، این مرد از کجای نگرفته؟ این در حالی که ما در عهد جدید زندگی میکنیم، به جای عهد عتیق حرف نزن که اتفاقا باید حرف بزنیم، ولی راجع به در عهد جدید داریم زندگی میکنیم، خدا با ماست، اسمش امانوئله، ولی چنین تفکری نداریم. خیلی هم حالمون خوبه، اینترنت داریم، بهترین امکانات داریم، بهترین خادمی رو داریم، ولی چرا؟ چون کلام رو نمیدونیم و شیطان وارد میشه. شیطان با دو تا شاخ، یه دوم، دو تا دندون وارد نمیشه. شیطان خیلی موزیانه، خیلی زیبا وارد میشه، جایی که شما اصلا فکرشو نمیتونی بکنی. یکی از این طرق همینه. از این جهت ما میباید از فرمان خدا رو در خروج باب 20 آیه 33 اطاعت کنیم که موسی به قوم گفت تو را خدایان غیر از جز من نباشد. تو را خدایان غیر از من نباشد. اینو مسیحی در عهد جدید وقتی بهش میگم بزرگترین حکم چیه؟ در باب 10 لوقا آیه 27 میگه تو را خدایان دیگر نباشد. شما تعجب میکنید که خیلی از ایماندارای مسیحی امروز بت پرستی میکنن بدون اینکه خودشون بدونن. بتشون این گله، بتشون این پیرنه، بتشون غرورشونه. مقام من، شخصیت من، منبر من، ماشین من، ازدواج من، بری بت پرستی میکنی، خدایان دیگر نباشن. یک خدا، همه اونا زیر مجموعه ما هستن. اگر خدا این نفس رو بگیره شما درآمد نداری، نباید به خودت. اگر عمر به شما نده رو این نیمکت نمیتونی بشینی. به غیر از اینه، با قبل از که بیایم دوست عزیزمون برادر ما رامین جان رفت پیشون خداوند که پر همسن من هم بود، نسل سوم یهودیانی که مسیحی شدن، سر بسیار تحصیل کرده، خوشتیب، با سواد، هرچی که بگم کم گفتم، ازدواج کرد تازه، یک سرطانی زندگی رو از گرفت ازش، پیش خداونده بدونم، ولی سخته نه؟ پس اگر شما اینجا زندگی میکنید هستید، من زندگی میکنم، فیض خداونده. پس ما باید بدونیم که خدای دیگه نباید باشه، که وقتی خدا حاکم میشه در افکار ما، اونجا نشسته سلطنت میکنه، شیطان حق ورود نداره. ترجمه میکنم ایماندار اینقدر میگن شیطان زد، شیطان حمله کرد، شیطان این کرد، شیطان خودش هم میدونه اشکار نکرد، میگه میشه من جلال میدن خودشم نمیدونم شیطان غلط کرده، غلط کرده. اونی که در منه، کلام خدا میگه چی؟ قوی تر از اونی که در جهان داره عمل میکنه. پس وقتی یه بیمار بیاد من میخوام براش دعا کنم، با این اقتدار دعا میکنم، اونی که در منه قوی تر از توه. امروز تو عزیزان داشتم میرفتن از این شهر، براشون دعا کردیم و روبودوسشون داد، خانواده گفتن که ایشون اینا باید باردار بشن، بچه دار بشن. با اقتدار گفتم و حتی گفتم برمیگردیم به زودی بچه رو میبینیم، خودم هم تقدیرش بکنم. این اقتدار از کجاست؟ از آنچه که در کلام خدا نوشته شده. این فکر عوض شده، تبدیل شده. با چی؟ با احساسات؟ احساسات چیز خوبیه، ولی احساسات که تحت کنترل کلام خدا هستش. ما داریم میریم فردا سالزبورگ. چند ماه پیش قبل از که من بیام اینجا، عزیزان تماس گرفتن، شیرازی هم هستن، گفتن ما بچه دار نمیشیم، 3 سال ازدواج کردیم، دعا کنیم. با واتساپ دعا
کردیم و گفتم خداوند رحم یه خواهر باید باز بشه. رحمش باید. رفتم خبری نبودش. ولی الان بچه به دنیا آمده. نه دست گذاشتم، نه من کاری کردم، نه قدرتی از باز. خدا عمل میکنه. پس فکر ما باید در کجا بچرخه؟ در این حوزه بچرخه. نه در حوزه‌ای که در دنیا مزخرف گفته میشه. آقای ترامپ چی کار کرد؟ فلان هنر میشه دندوناشو عوض کرد، اون یکی شوهرشو طلاق داد. بعد تموم میشیم دیگه. کمال همیشه در ما اثر میذاره. غافلی ما نمیدونیم. عمر ما یک بار هستش. دفعه این تموم شده رفت. پس سوال اینجاست. من از این بگذرم. آیا شما خدا را در زندگیتون بیش از هر چیزی، الکی نگید آمین. بیش از هر چیز رو هر کسی دوست داری؟ آمین. میام یه قطعه نمی چه اصلا برد جلسه. بیش از هر چیز. من اگه نظرم فوتبال نگاه کنه چی؟ بیش از هر چیز و هر کسی. خاموشش کن. اما این یکی اشکال نداره نه؟ این یکی رو بذارید بریم. او باید در رأس باشه اینجا. در رأس. من همسرم رو خیلی دوست دارم. ولی باید در رأس باشه. بالاتر از همسرم. بالاتر از پوزیشنم. بالاتر از موقعیتم. دومی حوزه که شیطان میخواد در اون نفوذ کنه نگرانی های ما هستش. من اشتم شما ولی گفتم نگرانی ما. نگرانی های شما. دشمن میخواد با وارد کردن استرس ها در زندگی شما کاری بکنه که شما قادر نباشید در خداوند استراحت کنید. مسیح گفت نزد من بیاید تو من آرام میکنم. نه؟ و چرا من قد نارامی؟ چرا استراحت نداری؟ استراحت میشه پیس انگلیسی میشه آرامش گرفتن در حضور او داشتن. باور کن خیلی از ما اینجا افکار رو مسترده. نگران هستی، نگران از فردا، نگران از 30 سال دیگه، نگران از گذشته. گذشتم رو کسی نفهمه، آبروم نره. یکی از چالش هایی که ما ایرانی داریم اینه که دیگران درباره ما چی فکر میکنن. بهتنی میگه همیشه و پسرم میگه شما ایرانی چقدر فکر اینه که دیگران میگه Who cares؟ امریکایی ها میگن که مهم نیست اصلا چی میگه. ولی این برای ما خیلی مهمه. دیگران چی گفتن؟ قرم سبزی خوب باشه، بالاخره مردم دست بزنن میگن بهترین هستی. من این ساختمون ها رو میبینم تو اروپا، میگم در اون زمان اینا چجوری بشارت میدادن؟ چون صبح داشتم دارن بندهی میکنن این ساختمون ها عمارت ها رو بسازن. خیلی قشنگه، اصلا هنر بزرگیه. ولی کار مهمتر هم بود نه؟ برید جزامی ها رو براش دعا کنید، بشارت بدید در اون قرون. ولی چقدر برای ما مهم؟ کلیسای من شیکتر باشه. من یک کلیسای امیدوارم نشدم. یک کلیسای دعوت هم کردن و بعد در اون جلسه نشسته بودیم خادمه قرار برای کریسمس رو یک کاری میکنن. بعد داشتن صحبت میکردم کدوم رستوران ایرانی قرمه سبزیش لوبیاهاش بهتره. میخندید ولی همه ما اینجوری هستیم. بیاید دعا بکنید، فکر کنید چیکار کنید مردم روز عید کریسمس به مسیح ایمان بیارن. لوبیا چیه؟ با لوبیا نمیرم وارد ملکوت بشن. بعد از چند نگفت عزیزم میشه من برم وایز از اون من فکرم کار دارم باید برم. اونم خوبه ها، چیز بدی نیست که لوبیاش خوب باشه. ولی لوبیا چیه؟ جانها دارن دسته دسته به جهنم میرن. اون عزیزی که تو ایران الان به هر علتی مردش اگر مسیح رو نمیشنسه رفت کجا؟ از حضور خدا پرته، جای دیگه هست. فکر میکنی فیزیک ما چجوره؟ دیگران چی فکر میکنن؟ چرا دیر اومدی کلیسا؟ لباسم خوب نبود، گفتم برم کلیسا آبرون میره. فیزیک ما چیه؟ موقعیت ما چیه؟ نگران هستیم. در حالی که خدا ما رو با همون جوری که هستیم دوست داره. در از اینه؟ شک دارید خدا ما نفر دوست داره، شما نمیدونم. دوستتون داره. همون جوری که هستید. با سوادید، بی سوادید. چاقید، لاغرید. قهوه زیاد میخورید، نمیخورید. هر جوری که با سواد هر چی که هستی برای خدا یونیکی. ما سه تا بچه داریم، سه تا شدم دوست داریم، هیچ فرقی هم بینشون نداره. غیر از اینه به همین شکل خدا چی میخوریم، چی کار میکنیم، همش نگران اینا هستیم. نگران جسمی، نگران آینده فرزندان ما، موقعیت های دیگران و ما همش نگرانیم. در حالی که میبینیم 30 سال از عمرمون گذشت. نگرانی دوستان عزیز یک گناهه. اگر نگرانی امروز باید توبه کنی. نگرانی داره به خدا میگه تو نمیتونی.
تو قدرت نداری. نگرانی میگه من باور نمیکنم که تو میتونی در رو باز کنی. ببینی افسر یو ان قدرتش بیشتر از توه؟ داری اینه میگه نگرانی نه فقط به سیستم بدنی ما ضربه میزنه، مریض میشه. خیلی از بیماری ما از همین نگرانیه. میگید نبرید دکتر رو بپرسی، به یوتیوب بگرد. نه فقط به ما صدمه میزنه، روابط ما رو به هم میریزه، ما رو به جون هم میندازه، بلکه گناهی که بین ما و خدا فاصله میندازه. متی 6 آیه 25 تا 34 نگاه کنید که مسیح میگه به سوسن‌ها نگاه کنید، نه میریسن، نه کاری میکنن، چقدر خداوند پدر شما برکتشو میده. گنجشکا رو نگاه کنید، چقدر زیبا هستن. شما چطور بی ایمان و مسیح میگه نگران فردا نباشید. نگران فردا نباشید. سوال اینجاست، آیا شما به شکلی زندگی میکنید، من به شکلی زندگی میکنم که برای تان محبت خدا تدارکات او واقعیه؟ او میتونه تدارک ببینه، او میتونه عمل بکنه. جوانه ما ازدواج نمی کنه، خوش کنه همه جوانه مجرد، همه تو مجرد، چون میترسن. بعضی اونجا میگن من هم میخوام زن بگیرم، میترسن، نگرانم، نکنه من نتونم درستش کنم، نکنه من نشه اینجوری بشه. ببین فیفی طلاق گره، ببین زیزی نتونست ادامه بده، میمونن توش. ببخشه فرق من با اون فیفی و زیزی جد چیه؟ من به پدر تکیه دارم. آیا تلاش میکنم؟ آف کورس. و زحمت بکشی میخوای ازدواج بکنی، عروسی مجلل بذاری، بعد قشنگ پول جمع کنی. همینجوری نیست کیلویی بری پول خرج کنی و بذاری قرض. ولی من ایمان دارم که او برای من تدارک میبینه، او میتونه در رو برای من باز کنه. من این کار برای یون هم کردم، مازنی جان تمام با منه. مردم از یون یک بور ساخته بودن برای ما در هندوستان، گفتم ما میریم اونجا، اون دیوارها رو خداوند فتح میکنه برای ما. و این کار کرد. جاش نیست من شهادت دادم، شما از فوتبال عقب میفته، تو موعظه هم گفتم. ولی خدای ما تدارک میبینه، خدای ما رو به جاهایی میبره که فکرشو نمیکنیم، تصورشو نمیکنیم، باور نمیکنیم. آمین. آمین. باید نگرانی خودمون رو به خدا میخوام این کارو الان بکنیم. موعظه ادامه پیدا میکنه، مهم نیست. بگید خداوندا اون نگرانیتون الان به خدا بدید. چشاتون رو ببندید چند لحظه، بگید پدر این نگرانی منه، هر کدوم از اینایی که هست، روحانی، جسمانی، عاطفی، احساسی، هر چی که هست، این نگرانی منه. تو میدونی نگرانی باعث شده من شبا نمیخوابم، این نگرانی باعث میشه که من نتونم در روابط عمومی با دیگران راحت و خوب باشم. این نگرانی من ضربه زده. اولا خداوند توبه میکنم. دهنتو باز کنید به خداوند بگید. من برای خودم اگه توبه میکنم میکنم. توبه میکنم خداوند. من ببخش که تو رو پایین تر از اون بیماری کشوندم. به جای که تو بالاتر از اون بیماری باشی، تو رو پایین تر از بیماری کشوندم. بالاتر از اون مشکل کشیدم. پایین تر از اون مشکل کشوندم. توبه میکنم به خداوند. امروز باور میکنم که تو در نگرانی های من قادر هستی عمل بکنی. مهم نیست دیگران چی میگن. مهم نیست اخبار چی میگه. کلام تو میگه تو خدای قادر مطلق هستی. کلام تو به من میگه که من میتونم بیام قوت هر چیزو در مسیح عیسی دارم که منو تقویت میبخشه. من قادرم. تو رو شکر میکنم پدر آسمانی. تو رو شکر میکنم. کلام تو میگه نه به قدرت، نه به قوت، بلکه به روح تو به جرأت. میخواد جمهوری اسلامی جونش وایسته، میخواد ترامپ بیسته، میخواد هر کی بیسته، من در تو قوت هر چیزو دارم. تو رو شکر میکنم پدر آسمانی. کار بکنید، پرونده هاتون و مسائلتون دست بزنید روش، صلیب بکشید، بگید به نام عیسی مسیح من قادر هستم، من میتونم. این دروغ و فریب و نمیدونم توهمات نیست. شما دارید در رو باز میکنه خدا وارد بشه، مثل اینکه چه گرم من در رو باز کنم هوا بیاد، در رو باز میکنه خدا من وارد بشه. هللویا. بلاتون بگید با واتساپ دعا کردی بچه دار شده؟ امروز دو نفر برای من نوشتن، بهتون نشون میدم، نگاه کنید اگر میخواید در اینستاگرام، که از سرطان شفا گرفتن. من بعضی را نمیشناسم، ما فقط کاری که میکنیم با خانمم دعا میکنیم برای تقاضاهای دعا. چرا؟ چون باور کردیم، این باورم بهشون میدیم. میگم تو هم میتونی این کار رو کنی. بعضی میگم برای فیفی و زیزی و این رو دعا کن. میگم تو هم میتونی به دعا کنی. شما میتونید دعا کنید.
من میخوام این کارو بکنیم اگه فرصت بشه. به سمت ایران بیستید. به نام عیسی مسیح نیروهای تاریکی به تو دستور میدم دستت از کشور من بردار. آمین. به زندگی خودتون این فرمان رو بدید. بیستید در اون جایی که خدا به شما قدرت ده. اجازه ندید که شیطان زندگی ما را محل ورود و خروج کنه. اجازه ندید که این گونه افکار در سر ما باشه. آمین. اینو در فیلیپیان باب 4 آیه 6 و 7 میتونید ببینید. بذارید خدا وارد بشه و عمل بکنه. پولس رسول زمانی فیلیپیانو می‌نویسه که در زندانه. افسوسیان زمانی می‌نویسه در زندانه. و در فیلیپیان میگه قدرت هر چیزو در مسیح عیسی دارم که منو تقویت ببخشه. برادر تو سیاه زندانی ها نبود که میرن دمبل میزنن و غذا و فلان اینا فوتبال یا سیاه‌چا. دوست من رفته بود در یک از زندانام گفت وقتی میری پایین یک نقطه سفیدی اون بالا دیده میشه. اونجا موجوداتی هست که خانم‌ها جیغ بزنن. زنجیر کتک خورده. ولی میگه در مسیح قوت هر چیزو دارم که منو تقویت ببخشه. یاد بگیریم این کارو انجام بدیم. سومین حوزه‌ای که خداوند نمیخواد که ما چیزی بدیم شیطان وارد بشه، روشی است که روزانه به دام فکر میکنیم. اون اولی افکار ما بود، یکی روش هستش. روش، لایف استایل. روشی که ما به دام فکر میکنیم. گاهی وقتا باور کنید روش زندگی با مردم دنیا زیاد فرق نمیکنه. من نمیخوام راجع به تتو و اینجور چیزا صحبت کنم. فرق نمیکنه با دنیا. تو دنیا طلاق هست، تو کلیسا هست. اکسیوز می آخه نشد دیگه طلاق نمی رفت دیگه. نشد چیه؟ خدا تو نمیتونه شرایط عوض کنه؟ اگه میشه هم چیزی، اگه خدا مرده، اگه مرده بریم سینه بزنیم، زنجیر بزنیم، تو سر بزنیم، خاک بریزیم. خدای من جلو قبر نیستم که این آذر بیرون بیا. خدای من فرمان میده روز میشه شب میشه. غیر از اینه؟ اما گاهی وقتا روی شما فرق میکنه. چرا سیگار میکشی؟ شما نمیدونی چه فشاری به من داره میاد. من باید این کارو بکنم غصه هامو فراموش کنم. چه نمیری به حضور پدر میگه بابا من کمکم کن. من بیچارم. من درد دارم. من سختی دارم. بابا میگه فرزندم بیا. آغوشت میگیره تو رو. خدمتت میکنه. محبتت میکنه. درها برات باز میکنه. تجربه کنه، امتحان کنه. شیطان این گونه تفکرات دنیوی رو توسط موسیقی بیانه‌های افراد مشهور ترجمه می‌کنم. بعضی از کسایی که ما اسمشون رو تو فیسبوک می‌ذاریم نوشته‌هاشون رو، اینا خودکشی کردن، مردن. خانم چیچی شاعر، آقای چیچی شاعر، بعد ما نوشته‌هاشون رو می‌ذاریم که حلو بیام سریش بدیرسیم. جدیدن مد شده، ترانه‌های دنیوی رو می‌ذاریم سر هر کوچه خدا هست و فلان و بیسار. بعد میگیم برای خدا خونده دیگه، حالا چه خدایی نمیدونیم ما، بعد میگیم برای خدا خونده. اینا نفوذ میکنه، من خودم گوش میکنم بعضی از اینا رو، نفوذ میکنه تو زندگی ما. میگه برای خداست دیگه، ببین میگه خدا، من نمیدونم اون خدایی کنون داری، میگه مرده است، اصلا بوته با خدای من فرق میکنه. بیانهای افراد مشهور، فلان هنرپیشه، حالا اون هنرپیشه تو زنا داره زندگی میکنه، اون خواننده تو زنا داره زندگی میکنه، توی مواد مخدر زندگی میکنه. در آواز کردیم گفتم تو خونه اون میره خونه آقا، خونه خانم میره، یه همه داره صبح شب بزنه تیکه 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 پرستش که بابا نیلوفره بزنید گوش کنید بزنید 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 بردنش جسته نیلوفره گوش کنید من یه نوهنگ گونمونه گوش کنید. رد شدم البته از اونجا. سرود روحانی رو بخونید، برای خدا سرود درست کنید. مزمور خواننده اونجا نشسته باشه. مزمور رو باز کنید بخونید. خدای من قادر است، او درها را باز میکند، او کنار بخونید برای خدا. تو همون مگه نمیخونید؟ خب تو خونم بخونید برای خدا من. ولی این بیانه ها رو وارد خرد زندگی ما نکنید، وارد تفکرات بچه ها رو نکنید. ما باید به خاطر داشته باشیم کلام خدا چی میگه. من چند تا چیز دارم چون وقت نیست میگم آیه هاشو بنویسید. اگر مینویسید ها میگوید باید به خاطر داشته باشیم کلام خدا چی میگه. خدا کسایی رو کمک میکنه که به خودشان کمک میکنن. شما به خودتون کمک کنید. الان میدونم صبور باشید و کله پاچه بدی اول به خود کمک کنید. بعضی به خودشون کمک نمی کنن، به خودشون ضربه میزنن. یعقوب باب 4 آیه 10 اینو میگه، خدا بیش از توانایی شما به شما میده. فیلیپیان باب 4 آیه 13،
اونه که بلدید بگید آمین. خدا بیش از توانایی شما به شما میده. آمین. یا باب 4:13 میگه نگو من نمیتونم، من بلد نیستم، من قدرتشو ندارم. شیطان میگه بله تو نداری بیچاره، من قادر انجام هر کاری هستم. بله، ما فرزندان خدا هستیم. رومیان باب 8:9 کی هستیم؟ قبل از که پوز بدیم ایرانی هم فرزند کروش هم وقت من نشیم، بعد بدونیم قبل از اون تو فرزند خداییم. حالا کروش هم درستش دوستش داریم، سکش هم اومده تو اسفلی، خدا رو شد کوچه ها رو به اسمش کردن، خدا رو شد. ولی من فرزند خداوند هستم، من فرزند خداوند هستم. یک شعار نیست. بدونی فرزند خدا چیه؟ این ماشین رو سوار شد برید توی این جاده های همینجا لیز، میبینید خدای ما چه کرده، چه نقاشیایی میکنه، چه شاهکارایی میکنه. بیچاره لس آنجلسی درخت هم ندارن، چه شاهکارایی. اونجا هم شما آرزوتون این بیاد ببینید چه درخت ندارن چه قشنگه، ولی شاهکار پدر آسمانیه. من فرزند کیم؟ او که صاحب کل هستی هستش، او که قدرت هر چیز رو داره، او که پادشاه رو بر میداره، بر نمیداره، چند روز که صبر کنه بر میداره، کسی که دلها رو عوض میکنه، کسی که جباران به زمین میکشه. کلام خدا رو بخونید، تاریخ رو بخونید. چین کمونیست بعد از 70 سال در برابر مسیح زانو زد. میدونستید؟ نداره انجیل پخش میشه در چین. کره شمالی زانو زده، مبشرهای کره جنوبی آمادن برن انجیل رو پخش کنن تو کره شمالی. یکی از معجزاته. همچنین میخونید به ترامپ هم یه چیزی هم میگید، معجزات خدا، خدا رو عمل میکنه. ایران هم یکی از اون هست خواهر، یکی از اون هست. ثبت کنید خدا، خدا به روش های اسرارآمیزی عمل میکنه. درستید؟ جامعه باب 11:5 جامعه 11:5 میگه خدا به روش های اسرارآمیزی عمل میکنه. روش اسرارآمیز میگه چی؟ عجیب داریم دعا میکنی دست طرف اینجا کوتاه بلند میشه، چش نداره، مسیح بهش کاسه چش میده، ازدواجش کارش تمومه، یه دفعه میگه اشتباه کردم آشتی میکنه. روش های کارا رو اسرارآمیزه. هللویا. ستارا رو نگاه بکنیم چقدر اسرارآمیزه. ما چنین خدایی داریم. سوال اینجاست، آیا تفکرات روزانه شما از کلام خدا متفاوته؟ اگه کلام خدا رو نخونی متوجه نمیشی من چی میگم. زمانی که کلام خدا رو میخونی میفهمی افکار درست یا غلطه. پس باید کلام خدا رو اگه وقت کردیم، اگه فرصت شد یه باب بخونیم. آمین؟ نه آمین. نه آمین. تفکرات روزانه شما از کلام خدا متفاوت هست و نیست. میدونم خانواده من اخبار نگاه نمی کنم، تلویزیون نگاه نمی کنم. اخبار من کلام خدا همه چی میگه. حالا توییتر یک گشتی میزنیم، 4 تا چیز هم نوشتن یا رومیان باب 12:2 میگه هم شکل این جهان بشوید نشوید. نشوید. داماد چجاش اینجوری شد؟ نشوید. هم شکل این جهان نشوید. فیلیپیان باب 4:8-9 رو به ما میگه. پس تفکرات ما چیه؟ آسمانی هست؟ نقشه بکشیم برای آسمان؟ من اینجا حق نمو زیاد خوردم، در آسمان منتظرم خدا من یک منشن بده، نه؟ یک مزرعه بزرگ. فرشته ها میان اونجا کباب درست میکنن برای من. من بگم تو آسمان خوردنی هست. نه چرا؟ چون مسیح رو اشارتبانی در آسمان میخورد. بس انگور هست دیگه. بهترین، تعلیم رو غلط ندیم، شما دیگه رامو نمیدونم. بهترین ها رو خدا برای فرزندانش در آسمان مهیا کرده. امیدوارم اینو درک کنید. یه خود مکاشفه رو بخونید متوجه میشید چی میگم. آخریش بریم برای فوتبال. چهارمین حوزه که شیطان میخواد حمله کنه چیه؟ سخنان ما. ما استادیم تو این قسمت ما ایرانی ها. خدا میخواد که سخنان ما مقدس باشه. مقدس میدونید چی؟ یعنی در اصل زبان یونانی کتاب مقدس یعنی که یه چیزی رو برای یه کاری تخصیص بدی، اختصاص بدی.
این گل فقط مال این میزه، لطفا نباید تو آشپز کنه بزنید بقید چای بوری و اینا، فقط مال اینجاست. وقتی کلام خدا به سخنان شما باید مقدس باشه، یعنی مجزا باشه، یعنی متفاوت باشه. خیلی جالبه، ما نه ها، ما ایرانی ها افغانی ها خیلی خوبی اینجا نشستیم. بعضی از ایرانی ها و افغانی ها وقتی وارد کشور خارجی میشه، اولین چیزی که یاد میگیرن فوشای اون کشوره. حالا ABCD رو بلد نیستن ها، ولی اول اونا رو یاد میگیرن، اول سراغ این چیزا میرن. چقدر عادت کردیم، عادت کردیم به راحتی از دهنمون حرفای بیرون میاد، خدا نمیپسنده. چند نفر میدونید که بابت هر کلمه که از زبان ما خارج میشه باید به خدا جواب بده؟ میتونی بگی واو واو و جواب بده؟ اشکال نداره، یه داره باید جواب بده. مسیح میگه کلمات شما با نمک آغشته باشه. نمک چی کار میکنه؟ ضد عفونی میکنه، فقط مزه‌دار نمیکنه، ضد عفونی میکنه، متفاوت باشه. خون مسیح اون نمکه، پاک بکنه، تقدیس بکنه. ما میتونیم با سخنانمان مردم رو شفا بدیم یا مجروح کنیم. بنویسید، ما میتونیم با سخنانمون مردم رو شفا بدیم یا مجروح کنیم. همون تیکایی که میندازیم، مطلقایی که میندازیم، شوخیایی که میکنیم، یک کوهی رو به وجود میاره، طرف یه دفعه دیگه پیداش نمیشه. و استادیم توی قسمت تیکه انداختن، استادی، یعنی کلوف شدی ها، بچه پولدار، پیرن از کجا آوردی، پرس پولیسی سربرد ها؟ به این شکل خود به خود داریم ضربه میزنیم، طرف ها میچینه میگه میخنده، بعد میبینیم پیداش نمیشه، میبینیم خودکشی کرد و چیزایی مثل این. شما اگر مطالعه کنید ایران امروز رو، من 25 سال ایران نیستم، ولی اگر مطالعه بکنید ایران امروز رو، میبینید که یک جوان به خاطر این نحوه صحبت کردن خودشو از پشت بوم مینازه پایین با چیزایی که تلمبار میشه، چیزایی که تو تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشه، سخنانی که گفته میشه، آهنگایی که گفته میشه. الان دیگه سریالا دو تا روسری سرش میذارن، پیشرفت کردن. دو تا روسری. میخواد بخوابه سه تا روسری سرشه. خود به خود داره مسخرهشو میکنه، نه میخندی، ولی ببین چقدر وحشتناکه. من مخالف روسری یا هر کی هر چی دوست داره بکنه، با خودش مربوطه. ولی چه فرهنگی داره تو سرزمین ما میچرخه. طرف به مسیح ایمان آورده نمیتونه شبان خودش روی آغوش بگیره. چرا؟ چرا بچگی تو مغزش رفته، این بده. نکنید این کارو. میتونیم کمک کنیم یا مانع اونا بشیم با سخنانمون. میدونیم ما خیلی واردیم. ظرف دو دقیقه راجع به سیاست حرف میزنیم، فوتبال رو قشنگ زیر رو میکنیم، میشیم مربی درجه اول، بعد میریم تو علم، پزشکی، دارو تجویز میکنیم. نمیکنیم؟ مردم بعدشون میاد من میگم بلد نیستم. خب نمیدونم دیگه. من میخوام از ایران بیام بیرون چیکار کنم؟ گفتم ببخشید من وظیفه‌ام کلامو تعلیم بدم. از کی دیگه بپرسیم؟ برو تو نمیخوای بگی ما چجوری بیایم؟ من چرا باید بدونم؟ چرا باید بلد باشم؟ من وکیل نیستم. پس ما میتونیم مانع بشیم اگه بلدیم کمک بکنیم، یا میتونیم کمک کنیم با حرفامون پیشرفت کنم. تو میتونی، خدا رو شکر برای وجوده، خدا رو شکر که مسیح با توه، خدا رو شکر که تو تنها نیستی، ما دوستت داریم. خواهر ما تبریک گفتن به عروس و داماد. به شکل‌های مختلف همدیگر رو چیکار کنیم؟ تقویت کنیم، بنا کنیم، بالا بکشیم. شما کجا بودیم من قبل جلسه کجا بودم؟ شاید با ماشین اومدم، ماشین پنچر شده. آدم هم نه؟ شاید خبر بدی بهم رسیده. پس اگر نمیدونی و طوری با من رفتار میکنی که من ضربه میخورم و پیشرفت میکنم، شما دارید تو کار شیطان وارد میشی و تو اون حوزه بون کمک میکنی. میگه من ارتش خودم دارم تو کلیسا پره. شیطان میخواد من و شما با شوخی های نابجا، با مطلک ها، با غیبت ها دیگران رو به گریه بندازیم. من بارها از دست ایماندارا گریه کردم، بارها. داریم مجانی خدمتشون میکنیم، وقت و انرژیمون رو گذاشتیم، زن بچه همه چی، روز پدر رفتن برای من پروژکتور خریدن که درس بیدم کیفیتش بهتر بشه. نرفتم برام بی ام و بخرم، رفتم برام پروژکتور خریدن. چ
چقدرم لازم دارم، چقدر دوست داشتنیه. به جایی که بیایم همدیگر تشویق کنیم، چوب لای چرخ هم دیگه میذاریم، مال من بهتر باشه، من برای من دعا کن، برای دخترم دعا کن، برای بابام دعا کن، برای عمم دعا کن. بابا طرف دیشب نون نخورده خوابیده، دیگران هم آدم هست، دیگران هم زندگی میکنن. سوال اینجاست، آیا سخنان شما دیگران رو بنا میکنه؟ آمین. شما امروز یک وظیفه دارید اومد کلیسا، خدا رو پرستش کنید، نام رو جلال بدید. بعضی موقع پرستش تکستش رو چک بکنن و فیسبوک رو پرستش کنید، رو جلال بدید، دیگران کلام درست دید، خدا رو از خادمین خدا یاد بگیرید. بعدا نادر جان، بعدا بهرام جان، خدا من قرار داده توی شهر، یاد بگیرید در کلیساتون، ولی همدیگر رو بنا کنید. میگی نه برید اما رسولان باب دو آیات آخر نگاه کنید، اما رسولان باب چهار رو نگاه کنید. همدیگر رو بنا میکردن، دنیا ما رو بنا نمیکنه. کجا بنا میکنه؟ احباد دیشب تا صبح مردم خاک خوردن، بنا میشید؟ به به چه خوبه. در اسرائیل بمبارون کردن، چند نفر کشته شدن، بنا میشید؟ به به. نه، چرا ما همدیگر رو بنا نکنیم؟ آقا جان، من و شما اولین بار من پشت هم میگم آقا جان، ما در آسمان باید تا ابد با هم زندگی کنیم. آمین. الکی نگید آمین. اگر میدونیم یعنی چی، چرا الان با هم زندگی نباید بکنیم؟ الان چرا باید همدیگر دوست داشته باشیم؟ چرا همدیگر رو بلند نکنیم؟ برادر خدا شد برای وجودت بیا با هم دعا بکنیم. خدا شد برای وجودت بیا بریم چه میدونم استخبار آفتابتری بکنیم، بنا کنیم همدیگر رو. فقط برادر ها میشته باشد مکتونال نباید برادری از آمریکا آمده تو باید که آب ترکی بنا کنیم همدیگر رو، تشویق کنیم همدیگر رو. پس در این چند حوزه مواظب باشیم شیطان نفوذ نکنه. من برای خودم میگم، برای شما نمیگم، برای خانوادم میگم، هر کس برای خودش مواظب باشه در اون حوزه آیا شیطان نفوذ کرده، وارد شده یا وارد نشده. کار ما جنگیدن با شیطان نیست، اما کار ما مقاومت کردن در برابر اون. یعقوب میگه در برابر شیطان مقاومت کنید شما میگریزد. اون انقدر از شما میترسه، خودتونم خبر نداره چرا میترسه. این در حالی که ما واقعا چقدر وحشت میاریم در زندگی خودمون با این چیزا. میتونم ادامهش بدم، ولی میخوام با هم دعا بکنیم. دوست عزیزمون اگه بشه موین جان. آره خوشحالم موین، وقتی اومدم اولین بار داشت میزد، حالا دیگه اصلا اونا ارکست داره دیگه. دارش شد کلام خدا با قلبتون صحبت کرد؟ آمین. صحبت کرد؟ حاضرید فوتبال نگاه نکنیم، بشینیم راجبین دعا کنیم؟ 100%. بعد بهرام میگه نه آمین، نه آمین. اونم خوبه نه؟ اونم خوبه، با هم میگیم میخنیم. باو نکنید تیم فرانسه رو، شما خیلی چکسلواکی هستید. برادر ناصر بیشتر فوتبال بعد بهرام. آره بهرام اصلا برای اومده روز که سا با این تفشای کتولی اونم این مرز بیده چیزه ارزون میخوایی طرفتار چکسلواکی شده. نه فهمیدم علتش دیگه. بشتیم با هم دیگه هللویا. بگیم با هم میتونی بگی هللویا؟ هللویا. ببین دو دقیقه واسه فوتبال شما داد و بیداد میکنید، ولی الان بگید هللویا. هللویا. بسید این آقایی که رد میشه بشنمه شما گفتید هللویا. بگید با هم هللویا. جلال برنامه خداوند ما. دستان رو بلند کنیم، اون رو ستایش کنیم. بگید خداوند ها من مال تو هستم، همه وجودم به تو تعلق داره. مهم شیطان چه نقشه برای من داره، من 100% مال تو هستم. روح و جان و جسم و وجودم رو به تو تسلیم میکنم. ما خدا منو به هر جایی میخوای منو ببر، هرچی ارادی تو انجام بشه، چون من میدونم پدر من فکر عالی برای من داره. چون من میدونم که پدر من نمیذاره چیزی اشتباه به زندگی من صدمه وارد بکنه. من ایمان دارم که کاری که من نمیتونم بکنم او میتونه انجام بده. هللویا. خدای قادر مطلق، خدای قدوس، من بخواهم بهتون بگم در این چند لحظه قبل از که ترتیب کنیم جلسه رو، شکرگزاری کنیم، صدامون رو بلند کنیم. بعضی از این دیوارهای شما فرو می‌ریزه. هللویا. صداتون رو بلند کنیم، برو ستایش بکنیم. اگر به زبان‌ها صحبت می‌کنید
به زبان ها صحبت کنه، اگر فارسیه، اگر لوریه، هر زبانی راحتی شاک کنید خداوند ها، شاک کنید خداوند ها. هللویا هللویا هللویا.